به نام خداوند یکتا، سلام، وقت شما بخیر. بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. نامه هشدارگونی وزارت خارجه آمریکا به سران حکومت افغانستان، از مخالفان تا موافقان، آیا این نامه نسخه شفابخش برای زخمهای ناسور کشور است؟ یک روز پس از رسانه شدن نامه وزیر خارجه آمریکا به رهبران دولت افغانستان، امرالله صالح، عبدالله عبدالله و محمد محقق در مراسم هفتمین سالیاد مارشال محمد قسیم فهیم به آن واکنش های متفاوت نشان دادند. آقای صالح این نامه وزیر خارجه آمریکا را آمرانه خواند و گفت از دریافت این نامه نگران نشده و موقف حکومت نیز تغییر نمی کند. او هشدار داد که معامله بر سر قانون اساسی و حق رأی مردم افغانستان هرگز پذیرفتنی نخواهد بود. محمد محقق اما گفت این نامه ناقص است و لحن آمرانه در آن به کار برده شده است. او گفت کشورها باید عزت افغانستان را در نظر بگیرد و صلح فرمایشی به جای نمی رسد. اما عبدالله عبدالله ظاهرا از این نامه وزیر خارجه آمریکا استقبال کرد و گفت آمریکا در روند صلح افغانستان عجله دارد و سیاسیون باید موضوع را درک کند. این واکنش ها در حال مطرح می شود که دیروز نامه آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا بر رهبران حکومت افغانستان همگانی شد. نامه ای که در آن بلینکن ضمن هشدار در مورد وضعیت افغانستان بر ضرورت فوری راه حل سیاسی برای آینده این کشور و به نتیجه رسیدن روند صلح تاکید کرد. در برنامه امشب آخر خط جدیت ابعاد و عملی شدن این نامه وزارت خارجه آمریکا را به تحلیل می گیرم. از مهمانانم می پرسم آیا طرح تازه آمریکا برای افغانستان گیری کور سال را باز خواهد کرد یا نه؟ سناریوی جنگ داخلی را رقم خواهد زد؟ مهمانانم در این بحث آقایان عزیز استانکزی، آگاه سیاسی، اینجا در استودیو حضور دارند. آقای دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه، از فرانسه روی خط اسکایپ است. قرار بود خانم لیلا احمدی، مشاور شورای مصالحه ملی، هم در بحث باشند، اما متاسفانه در برنامه حضور نیافتند. خیلی تشکر از حضورتان در برنامه. آقای پاکزاد، بحث را با شما آغاز میکنیم. سلام بر شما، خیلی تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. در چند روز اخیر طرح تازه خلیلزاد و همینطور نامه آقای بلینکن به رهبران حکومت افغانستان ظاهرا جو سیاسی را عمیقا تغییر داده و به هر حالش هر طرفی یک جبهه را بر خود میگیره. فکر میکنین یک سناریوی بد در انتظار باشه؟ صدای مرا شما آقای پاکزاد دارین؟ متاسفانه که صدای آقای پاکزاد را نداریم. به هر حال آقای استانگزی، همین پرسش را میخوایم از شما بپرسم. امروز واکنش هایی را که در برابر نامه آقای بلینکن رسانه‌ای شد و واکنش هایی که امروز در برابر این نامه مطرح شد، واقعا این نامه جو سیاسی را چرا تغییر داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه سلام ها و احترامات خود خدمت میهمان محترم جناب پاکزاد، خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیونی نور می رسانم. سپاس. ما طرح‌های خارجی، بیرونی و نسخه هایی که به خاطر الهام یا درد مردم افغانستان برای ما صادر شده، ما تجارب تلخ از اینا داریم. بله. شورای راولپینڈی و حکومت موقت که با آمدنش در افغانستان فوران خون جریان گرفت. بعد حکومت طالبان، او هم یک نسخه بیرونی بود. و بون هم نسخه بیرونی بود که تا امروز ما میبینیم که چقدر کشتار همه روزه زیاد شده میره. بله. و این بار این نسخه ای که از بیرون بر ما صادر شده و شکل آمرانه را داره و افغان ها چون دارای خون غلیظ هستند، هیچ وقت امر و نهی کسی را افغان ها قبول نمیکنه. بله. ما با امریکایی ها دوستای استراتژیک با هم پیمان هستیم. مردم افغانستان از کمک‌های آمریکا مشکور هستند، مگر امر و نهی را در اینجا هیچ کس قبول نمی‌کنه و کسانی که امروز واکنش نشان داد و ما دیدیم، کسایی که به اصطلاح خونش غلیظ بود واکنشش سری بود، کسایی که خونش اوگین بود واکنشش هم همونطور درست نبود. ما واکنش جناب امرالله صالح را تایید می‌کنم. بله. با وجود از اینکه همیشه من
در بعضی مواقع انتقادم کردیم در بعضی چیز برایشان، ولی ما امروز این واکنش از اینا را من حیث یک جوان افغان قابل تمجید میدانم. به همه حال مردم افغانستان صلح میخواه. اگر این صلح اثر دریچه در این جمعیت صلح باید تامین شود و حکومت افغانستان که به اراده ملت مظلوم افغانستان در اینجا تشکیل شده، اینا هم حافظ منافع مردم افغانستان است. نمیشه که قانون اساسی و دستاوردهای 20 ساله را با یک نامه که خلیلزاد با خود آورده اینا را با ها یکسان کنن. ما امروز اگر میبینیم در اینجا بعض واکنش های دیگه هم شما باید ببینین. آقای حکمتیار هم یک واکنش نشان داد و هم میگه که ما هم در اینجا یک ایسه باید داشته باشم. بعض تنظیم های بزرگ است در اینجا یعنی طرحی که در اینجا خلاصهش در اینجا برای مردم به افغانستان رسیده که حکومت انتقالی سه بخش داره. درست. در سه بخش ازی با اساس این طرح بخش های آن یک اجرایی که متشکل از دولت است، وزیران است و ریاست های مستقل از شورای ملی بله. یا حضور نمایندگان طالبان یا در قوه قضایه که شامل شورای مستقل می باشه و این شورای عالی مستقل به نام فقه اسلامی که 7 نفر از طالب، 7 نفر از دولت، 1 نفر از طرف رئیس جمهور که حکومت انتقالی در اینجا اشاره بکنم. آقای سانکزای، مشکل از کیست که وقت این گونه یک طرح آمرانه فرستاده میشه؟ از حکومت افغانستان یا نه از آمریکا که این طرح را به گونه آمرانه نمیشه؟ نخست مشکل از همسایه های ماست که در افغانستان مداخله بی‌شرمانه میکنن. دوم مشکل از کسانی است که از طرف همسایه ها تغذیه میشن و عملا در مقابل نیروهای نظامی ما میجنگن. و سوم مشکل از کسانی است که ما میبینیم اما روزه با پاکستان میرن، از اونجا دستور میگیرن، پس اینجا میان و او طرح را در اینجا تطبیق میکنن. مشکلات زیاد است، جنگ در ادامه داره و این جنگ 40 ساله با یک کاغذی که از اونجا آورده شده خاتمه نمیافه. باید به مردم رجوع شود که مردم چی میگه. حکومت اگر حکومت یک برنامه مشخص داشته باشه، آقای استانک زای فکر میکنین نیازی به این نامه باشه و نیازی به نوشتن یک نامه سوی یک کشور بیرونی مثل آمریکا باشه؟ حکومت افغانستان تا جایی که ما میبینیم میشنویم برنامه مشخص داره، برنامه درست داره در قبال صلح. همه چیزش ببینین اول حکومت میخواهد که صلح تامین شوه و در نظام کسانی که میخواهد بیای شامل شوه، گروه هایی که میخواهد، اگر گروه جنگی است، اگر سیاسی، اگر اپوزیسیون فعال است، بیان در نظام. اما تغییر حکومت در این شرایط، تغییر حکومت یک جنگ بسیار خونینی را در قبال خواهد داشت که باز دو وقت شما خواهد دیدیم که خدا نخواسته افغانستان به سوی تجزیه خواهد رفت. ممنونتان آقای پاکزاد، سلام بر شما. اگر صدای مرا دارین خیلی تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. میخوام این گونه از شما بپرسم، جمهوریتی که با یک نامه به لرزه آمده، فکر میکنین در آن مردم سالاری تضمین شود در آینده؟ سلام عرض می کنم به خدمت شما و دوستان شما و مهمانانتان. متاسفانه در آغاز برنامه مسئله نداشتم اینکه نه اسم مهمانان شما را می دانم نه اسم شما را. به هر صورت سلام تقدیم می کنم به شما و به بینندگان شما. سوال شما سوال بسیار مهم و سوال اساسی است. ما اصلا در افغانستان اگر گفتی شما از یک نامه وزیر خارجه امریکا به رئیس جمهور ما اینقدر وحشت زده میشیم، دست پا را گم میکنیم و فکر میکنیم که دیگه قدرت لرزان ما دیگه در حالت سقوط است. علت از این چیست؟ علت از ایست که افغانستان، نظام کنونی افغانستان، نظام است که محصول مداخله خارجی است در افغانستان. ببینید این نظام در اواخر سال 2001 با حمله نظامی امریکا و سرنگونی امارت اسلامی و سپس کنفرانس بن، یعنی یک کنفرانس سیاسی، پایه های این نظام ساخته. این نظام محصول یک تحول طولانی مدت قانونمندی های سیاسی خود جامعه افغانستان نبوده و گذشته از او آنچه که به ضعف سیاسی حکومت کنونی یا حتی از حکومت بگذاریم دولت و نظام کنونی را توضیح و تشریح میکنند، عبارت از ایست که طی 20 سال اخیر این نظام
فقط با کمک های نظامی، مالی و اقتصادی کشورهای خارجی یا به گفته آقای غنی و عبدالله و دیگران دوستان بین المللیشان ای روی پای استاد شده. همین امروز شما فکر کنین آقای بلینکن در نامه خود به او اشاره می کند در مورد کمک های امریکا به افغانستان. تصور بکنید یک لحظه که کمکی که امریکا سالانه به ارتش افغانستان یعنی به نیروهای امنیتی افغانستان میکنه بیش از 4 میلیارد دلار سالانه، این تقریبا با بودجه کل دولت افغانستان همسویی داره. یعنی وابستگی افغانستان تا حدی است که من با جرأت تمام میتوانم بکنم که افغانستان یک کشور مستقلی که هم در امور داخلی و هم در امور خارجی خود به طور آزادانه مستقلانه و با حاکمیت تمام تصمیم بگیره این نیست. متاسفانه این امریکاست که حرف اول میزنه، این امریکاست که با طالبان توافقنامه صلح برای پایان جنگ امضا کرده، این امریکاست که بعد از یک سال انتظار به خاطر این که ببینیم مذاکرات بین الافغانی، مذاکرات بین حکومت کابل و طالبان به کجا میکشه و دیده شد که ای به بنبست رسیده. علت بنبست رسیدن از او هم در این است که هیچ یکی از این دو طرف واقعا صلح نمیخواهد. حکومت کابل به خصوص گروه ارگ ای به قدرت دو دسته چسبیده و نمیخواه ای را دست بده. طالبان اون طرف اونا معتقد هستند و اطمینان دارند که خب بعد از خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان اینا در مدت کمی میتوانند قدرت از طریق جنگ به دست بیاورند. این طالبان هم زیاد طرفدار مذاکره و صلح نیست. ایدئولوژی افراطی دو طرف موجب میشه که در این میان فقط مردم افغانستان کشته شود و به فقر و فلاکت بله. گرفته آقای پاکزاد خب بهر حالش حالا بهر حالش این نامه فرستاده شده و گفتمش هم که این نامه لحنی بسیار تند داره. فکر میکنین که اگر این نامه عملی شود یک نسخه خوب باشه در اوضاع کنونی برای نجات افغانستان، برای تأمین صلح و برای مدغم شدن طالبان در حکومت و نظام آینده افغانستان؟ ببینیم لحن نامه را کنار بگذاریم دانه. از توضیحات کمیل حضرت دادم معلوم میشه که یک وزیر خارجی امریکا نه رئیس جمهوری امریکا دانه. که تا به حال نه تلفون کرده به آقای اشرف غنی و نه نامه نوشته و غیره، یک وزیر خارجی امریکا ای به رئیس جمهور افغانستان نامه آمرانه می نویسه. از این بگذاریم، این محصولی نمی شرایط است که گفتم خدمتتان، ولی مکه همیشه از 20 سال به این طرف منتقد اما سیاست و رفتار امریکا در افغانستان بودم و هنوزم هستم. در این نامه، در این پلان صلح امریکا من نکات مثبت میبینم. چه موارده؟ بله؟ چه موارده؟ به طور مثال بله. برای اولین بار است که امریکا معتقد میشه که من به تنهایی دیگه نمیتونم مسائل افغانستان را پیش ببرم، نه به تنهایی تانستم پیروزی نظامی به دست بیارم و نه به تنهایی میتونم که پیروزی سیاسی به دست بیارم. از این حاضر است که وای به اصل موضوع که عبارت از منطقی شدن مسئله اساسی مسئله افغانستان، یعنی مداخله کشورهای منطقه، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، هند، طب این کشورهایی که در قدم اول به مسائل افغانستان روبرو هستند، اینها در مورد مسئله افغانستان به اجماعی برسند و بعد از این اجماع با نیروهای دو طرف افغانی شریک ساخته شود. این یک گام مهم است. بله. و دوم این که ایالات متحده امریکا آقای جو بایدن که سیاست کاملا مخالف با سیاست های آقای ترامپ در ساحه بین المللی داره، از یک جانبگری دست برداشته. او سعی میکنه که در سیاست خارجی خود و بخصوص در مورد افغانستان یک نوع سیاست چند جانبگری را پیش ببره. به این معنی که کشور برای کشورهای منطقه که گفتم، کشورهای دیگری مانند کشورهای اروپایی و بخصوص اینها را زیر چتر سپاس. سازمان ملل
گرد بیارن و به عبارت دیگر افغان ها می دانن، اطلاع دارن از چند و چون کنفرانس بن. در حقیقت امریکا می خواهد که ما دوباره یک کنفرانسی که خب این بار در بنی در انکارا یا ترکیه ایجاد میشه ای ما به یک حل برسیم. ولی مهمتر از او آن است که امریکا پیشنهاد میکنه در پلان خود که قبل از رسیدن به یک توافق در کادر یک چنین کنفرانس بین المللی تحت چتر سازمان ملل باید افغان ها در یک سطح عالی با هم بینشینند و روی فردای افغانستان صحبت کنند. تیر نامش گذاشته حکومت موقتی یا عبوری یا حکومت اشتراکی برای سال و غیره و غیره. ببینین یکی از عوامل که امریکا را مجبور به این کار کرده شکست مذاکرات دوحه است. شما کدام پیشرفت واقعی ملموس را از مذاکرات دوحه دارین؟ اصلا هیئتی که حکومت افغانستان به دوحه فرستاده یک حکومت با یک هیئت با صلاحیت. ولی آقای پاکزاد فکر میکنین همین گونه یک نامه با همین لحن با متحد تازش به طالبان هم فرستاده باشه آمریکا؟ من فکر میکنم که خب این نامه رو به طالبان هم فرستاده، ولی فکر میکنم که در مذاکراتی که همین لحظه بین آقای زلمه خلیزاد و طالبان جریان داره حتی اونا تهدید خواهند کرد و در گذشته علناً تهدید کردند. نه تنها ترامپ تهدید کرد، بلکه آقای بایدن قبل و بعد از انتخاب او به ریاست جمهوری طالبان بارها تهدید کردند که باید تن به یک مذاکره سیاسی برای راه حل بده، باید طالبان از خشونت ها را کاهش بده، باید چنین و چنین کنند. این مسئله را واضح نیست. ممنون شما. فقط باید بایستی یک ناظر بی‌طرف، خب دوستان شما نمیدانم که موضوع اینا چیست، ولی ما یک پژوهشگر هستم، مسائل با نگاه عینی و بی‌طرفانه سعی میکنم ببینم. از این خود است که فکر میکنم که امریکا که میخواید از لحاظ استراتژیک، از لحاظ از این که افغانستان از لحاظ جیوپولیتیک برای امریکا اهمیت فراوان دارد، به خاطر که فردا رقیب عمده امریکا چین است و افغانستان با چین هم سرحد است، این امریکا نمیخواد واقعا کاملا از افغانستان برمیگردیم به شما آقای پاکزاد. ممنون. این میخواد اجازه بدید فقط تمام کنم. این میخواد با یک حکومتی که او حکومت بتونه امنیت در افغانستان تامین کنه، حضور امریکا را هم در افغانستان تامین کنه. سپاسگزارم آقای استانک زایر. شما صحبت های آقای پاکزاد را شنیدین. موارد مثبت در این نامه دیده میشه از یک طرف، از طرف دیگه در متن این نامه فوریت موضوع صلح برای آمریکا خیلی جدی مطرح شده که باید هر چه زودتر و عجله هم داره آمریکا. فکر میکنین خب حالا صحبت های آقای صالح که از آدرس حکومت امروز صحبت میکرد دیده شد که به شدت مخالف این نامه و مخالف طرحی است که یک حکومت انتقالی شکل بگیره. فکر میکنین این استادگی حکومت در برابر طرح آمریکا برای روند صلح و برای آمدن طالبان برای گفتگو و صلح به نفع ما باشه یا نه به ضرر؟ نخست خدمت شما عرض کنم حرفای و صحبتایی که جناب پاکزاد صاحب فرمودن نظر شخصی از اوناست. بله. در قسمت تایید یا ردی از اونا من چیزی گفته نمیتونم. بله. تجربه زیاد دارن. ولی مکتوب یا نامه که از طرف وزارت خارجه امریکا به کابل به حکومت مواصلت کرده. بله. و واکنش های را در پی داشت، درست اگر آقای امرالله صالح واکنش تندی را نشان داده با لحن تندی گفتن، اونا تجربه سالهای گذشته را دیدن از اینکه افغانستان به یک بحران بسیار پیچیده بره، به یک جنگ بسیار خونین دیگه بره که باز در او وقت ممکن است که ما یک بار دیگر به دامن پاکستان میفتیم. این آقای صالح درک میکنه، میفهمه، او تجربه داره. این باید ما نگوییم که و امریکایی ها هم این نگوییم که حکومت افغانستان با لحن به اصطلاح لوچ و غیر پنهانی همینطور صحبت کردن. حکومت افغانستان هم امروز میخواد که صلح بیاید، اما
صلح را میخواین که به مفاد مردم افغانستان باشه. اگر قرار باشه که امریکایی ها صرف مسئولیت خود در اینجا ادا کنن، اگر اینا میخواین که پای خود از اینجا بکشن، باز آینده افغانستان اونا باید در موردش فکر کنن. نشوید که باز یک بار دیگر افغانستان لانی تروریسم بکرده و جهان و کسی که نامه را نوشته کرده آستینی از اونا هم در اینجا بسوزه. بله، ولی یک موضوع که خیلی مهم است، خب بر چند بهره حالش آقای صالح گفت که موضوع قانون اساسی و حق رأی مردم افغانستان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. البته امروز را آقای صالح گفت. خب به هر حالش فکر میکنین این توانایی در حکومت افغانستان دیده شود که جنگ 42 ساله را حداقل طوری نقطه پایان برش بگذاره که مخالفانش تابع همین نظام شوه و بیای زیر چتر همین نظام یا همین جمهوریتی که حالا آقای رئیس جمهور در رأسش است بیای مدغم شوه و صلح را یک توافقنامه صلح را امضا کنه؟ فکر میکنید چقدر قابل تصور است همین رئیس جمهور موضوع. رئیس جمهور یا صالح، جناب صالح، اینا هر فره که میزنن، هر صحبت را که میکنن، میخوانی گنجش کم که بیرون کنین یک ذره چیز میکنن. توانایی نداره دولت در مقابل امریکا. امروز تماما معاش عساکر ما امریکا میده، اما اون طوری که در رژیم های دموکراتیک خلق و پرچم اردوی ما را شوروی ها اکمال میکردن، ما دیدیم که چطور اردو پاشید از هم در حکومت که از لاورپینڈی آمد. امروز هم همی اردویی که ما امروز داریم حداقل اما قدر است که یک دفاع مستقلانه تا حدودی کرده میتوانند. اگر این اردو هم از هم بپاشه و گروه های تا دندان مسلحی که هکنون ما میبینیم در شهر کابل که علیه حکومت چالش ها کشیده شده، آقای حکمتیار از یک طرف، مارشال دوستم که امروز در کابل حضور داره، اینا همش افراد مسلح هستند. اینا در حکومت انتقالی، مثلا این حکومت انتقالی آمد یک نفر به حیث رئیس جمهور دوره موقت انتقالی در اینجا تعیین شد. اینا همش خود طالبان میگه که طالبان خو نمی سر میخواین در اینجا. خب در اینجا حکومت هم میگه که سهم ما کجاست؟ این عذاب و تنظیم های جادی بزرگی که هست و خرد که هست، اینا سیاسیونی که هست. ما به این متیقن هستم که در حکومت انتقالی راه حل فکر میکنه چی است؟ راه حل طالبان میپذیره، فکر میکنه آمریکا هم خب حالا این نامه را فرستاده. راه حل در قدم اول باید آمریکا فشار خود پرت سر پاکستان و ایران، که ایران اگر امروز و فردا صاحب بم اتم شد، بفهمین که ممالک عربی هم در خطر است و اسرائیل هم در خطر است و منافع امریکا هم در خطر است. اونا باید فکر کنن به او طرف هم بیشتر. این مداخله را باید قطع کنن، اجماع جهانی را به وجود بیاره امریکایی ها و در افغانستان بهترین وسیله از این که در اینجا جنگ ختم شوه فقط انتخابات است و میاد انتخابات کوتاه بسازن. بله، شما اشاره کردین که آمریکا باید یک اجماع جهانی را بله. در پیوند با پروسسل شکل بده. مهمتر از او فکر میکنیم اجماع داخلی شاید مهمتر باشه. اجماع داخلی را که شکل بده، آیا آقای خلیزاد ببینه با چهره های سیاسی چرا نداریم امروز اجماع؟ خواسته های کسای مثلا حتی ارگ و سپیدار مخالف است. حتی در همین نامه آقای عبدالله ظاهرا امروز تایید کرد و پذیرفت که این نامه یک نامه خیلی خوب است. خب آقای دکتر سپی عبدالله هم میخواد که در آینده هم در قدرت سهم داشته باشه، یک چوکی داشته باشه. اونا خو برای مردم افغانستان میفهمن کی چی را میخواد. به هر صورت آدم است که صلح را میخواد، آدم یعنی به صلح معتقد است. ولی یک چیز خدمت شما بگویم که اجماع داخلی اونقدر مشکلات را در بر نداره، به شرط از اینکه مداخله ممالک خارجی و مخصوصا پاکستان قطع شود. پاکستان دیگه افراد و اشخاصی که در داخل افغانستان تربیت کرده اونا را نخواهد. دستور نده که تو ایتور بگو در مقابل حکومت، تو ایتور بگو در مقابل حکومت، تو ایتور. و این افراد و اشخاصی که اینا هم سر خود در گریبان خود کنه که اگر ما همین کار میکنیم، دستور از ممالک بیگانه میگیریم و ارج و مرج در اینجا مندازیم، ما هم با صاحب چیزی نمیشیم. اگر طالبان بیان ما را هم رها نمیکنن، برای ما هم چیزی نمیتن. اینا باید سنجن بده. ولی بهترینش همیست که انتخابات، وقت انتخابات کوتاه شوه و در امین موقعی که انتخابات صورت میگیره اسلحه جمع شوه، به اردو داده شوه اسلحه و نظم و نسقه که به خاطر انتخابات است برابر شوه. دیگر راه حل ما در اینجا نمیبینم. ممنون شما، سپاسگزارم. میان برنامه کوتاه. درود مجدد، ادامه برنامه آخر خط را بیننده هستین. آقای پاکزاد، من میخوایم از شما این گونه بپرسم، اگر شما امروز صحبت هایی که در تالار لوی جرگه در مراسم سالیاد آقای قسیم فهیم
برگزار شده بود، صحبت ها کاملا ربط داشت به همین نامه وزارت خارجه آمریکا. آقای امرالله سالک در این زمینه صحبت کرد، گفت که ما صلح عامرانه را نمیپذیریم و سرنوشت 35 میلیون نفر را به ضرب الاجل دیگران به معامله نمیگیریم. خب به هر حالش این موضوع را اونا اشاره کرد و از یک طرف هم جدیت آمریکا را که شما هم اشاره کردین که حالا داره در تبانی با کشورهای دیگر برای صلح کار میکنه، فکر میکنین که حکومت این توانایی را داشته باشه و در برابر این نامه بیسته و در برابر طرحهایی که آمریکا میریزه بیسته و برنامه‌ای که خود داره او را عملی بسازه؟ ببینید در دنیای سیاست، بله، آنچه که اهمیت داره راستگویی است، حقیقت را به مردم در میان گذاشتن است. از عوام فریبی و شعار دادن پرهیز کردن است، وگرنه ما حتما به شکست منجر خواهیم شد. وقتی که من امروز عکس عمل آقای صالح را در مورد نامه وزیر خارجه آمریکا میشنوم، من پیش خود میگم ما با یک مرد سیاسی، یک شخصیت سیاسی، یک شخصیت دولتمند روبرو نیستیم. ما چگونه به خود حق میدیم علی رغم از اینکه لحد نامه آمران است به این معنی که ما فورا باید به مصالحه برسیم، چگونه به خود حق میدیم که آقای صالح به امریکا میگه که سند شما یک سند ننگین است؟ بله ببینین این به معنی عزیز که ما افغانستان از سالها به این طرف با شعار اداره کردیم، افغانستان تحت عنوان از این که ما از نظام جمهوریت و دموکراسی دفاع میکنیم از این خط سرخ ماست. مردم خب فریب دادن نمیتونن، ولی یک عده جوان، یک عده جوان به خصوص زنان که به مسائل حساس هستند، اونا را متاسفانه به کجرا میکشونند. ما در افغانستان با یک نظام جمهوری واقعی روبرو نیستیم. بله ببینید در علم سیاست، در عمل، در تمام دنیا نخستین، عمدترین و ابتدایی ترین ابزار جمهوریت چیست؟ بله انتخابات. درست. این که حاکم یا رئیس جمهور یا نخست وزیر از طریق انتخابات شفاف، عادلانه، بدون تقلب ای اکثریت را بگیر انتخاب شود. ما میبینیم که در افغانستان هیچ و از 20 سال به این طرف و به خصوص از 8-9 سال به این طرف، از انتخابات 2014 به این طرف، ما یک انتخابات واقعی نداشتیم، انتخابات شفاف و عادلانه نداشتیم که به او معیارهای جمهوری رو ببخشیم. امروز دولت ما محصول انتخابات نیست، محصول توافق بین دو شخص است که هر دوی از اینا ادعای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهور می دادن. در سال 2014 حکومت وحدت ملی هم عینی همین چنین بود. ببینین از این لحاظ است که من معتقد هستم که ما واقعیت به مردم بگوییم، ما شعار ندیم. وقتی که آقای صالح میگه که ما نمایندگی از 35 میلیون مردم افغانستان میکنیم، بله خب حالا فکر کنیم یک دو میلیون نفر خنده‌آور است، ولی خب طالبان حداقل مستقیم یا غیر مستقیم روی بیش از نصف افغانستان اینا نفوذ داره. کسانی که از طالبان حمایت میکنه اونا جز مردم افغانستان نیستن. ما ممکن با طالبان و با حامیان طالبان اختلافات سیاسی، اختلافات ایدئولوژیکی و تعبیر از اسلام داشته باشیم. امروز در افغانستان ده ها نوع تعبیر از اسلام وجود داره. بله. ولی در این که اونا در افغانستان یک واقعیت سیاسی هستن، این رو نباید ما چشم پوشی بکنیم. بله. از این لحاظ است که من فکر میکنم که ما باید این فرصت را که امریکا با فراهم کرده استفاده کنیم. بله. ولی خواهی بله من میخوام یک پرسش مطرح بکنم. بفرمایید شما. شما میگم بعد پایان میبخشم به حرفای خود. من ببینید از دو سال به این طرف داد میزنم
که ببینین سرنوشت حکومت شما در خطر است. امریکا تصمیم هایی را گرفته که تصمیم ها توافق با طالبان و به تحمیل یک نوع نظام و رژیم است که منافع امریکا را بهتر تأمین بکنه. ولی شما که مخالف طالبان هستین، شما که داد از جمهوریت و از دموکراسی و حقوق زنان میزنین، شما که از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی ضعیف هستین، تنها یک روزینه است که او به شما یک نوع قدرت میبخشه، از او باید استفاده کنین. این روزینه چی بود؟ چی است؟ این روزانه عبارت از این بود که در افغانستان یک ائتلاف بزرگ ملی، بله، متشکل از تمام نیروها، گروهها و شخصیتها و جامعه مدنی، زنان، جوانان، فرهنگیان، کسانی که معتقد به این ارزش ها هستند و مخالف امارت اسلامی هستند ایجاد شود. آیا شما کدام تلاش واقعی را طی این دو سال مشاهده میکنید؟ بامین خاطر نه. بله، من میخوایم بله من میخوایم همین گونه در همین رابطه هم یک پرسش را مطرح بکنم. آقای پاکزاد، آقای صالح گفت در مورد برگزاری انتخابات زود هنگام میشه در موردش بحث شوه. آقای استانگزای هم اینجا در بحث اشاره کردن که راه حل میتونه برگزاری یک انتخابات زود هنگام باشه، اما در نامه یا در طرحی که خلیلزاد به کابل آورده و رسانه ای هم شد دیده میشه که پیش بینی شد نمیتونه که 20 نفر زیر یک سقف بیایه و در مورد سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیره. ببینیم در پلان امریکا، پلان رای حل برای سیاسی و رسیدن به سال که امریکا پیشنهاد کرده، این پلان 3 مرحله داره. بله. مرحله اول عبارت از ایست که به جای وقت تلف کردن در دوحه از طرف هیئت افغانی که بدون هیچ نوع صلاحیت هست، باید یک نوع هیئت با اقتدار از شخصیت‌های مهم افغانستان و به شمول رئیس جمهور و معاونینش، به شمول آقای عبدالله و معاونینش، بله، یک چنین هیئت تشکیل شود و اینا با طالبان بشینن در ترکیه مذاکره کنند روی آینده افغانستان. از این مذاکرات است که ما احتمال داره که ما تشکیل یک حکومت عبوری یا موقتی برای صلح شاهد باشیم، که حکومت مسلم است که بله، نصف 50-50 خواهد بود، یعنی 50% از تمام نیروهای دولتی، کسانی که از نظام جمهوریت دفاع میکنه و باقی از طالبان و همراهان و اینا از اینا هستند. این حکومت موقتی است که وظیفه داره که بر علاوه وظایف مختلف دیگر این شرایط فراهم بکنه. ببینید شرایط یک کنفرانس عمومی را که ایره آقای اشرف غنی و سالی میگه لوی جرگه باید باشه و امریکا میگه نه، یک کنفرانس شبیه کنفرانس بند باشه تشکیل شوه و ای بالاخره این تعهداتی که قبلا در این دو مرحله اول گرفته شده اینا رو به رسمیت بشناسن و با این ترتیب حکومت اسلامی یا دولت اسلامی فردای افغانستان تشکیل شده. ببینید ما باید نامه و پلان را طوری که است بخوانیم، نه طوری که دل ما میخواهد. خیلی سپاس آقای بستانگزای. با باور شما خب آقای پاکزاد هم اشاره کرد در همین رابطه که پیش بینی شده حکومت انتقالی، فکر میکنین اگر ما واقعا صلح میخواییم و بسیاری ها هم گفته که این نامه میتونه جمهوریت را یا حداقل دستاوردها را حفظ بکنه و همینطور انتخابات را هم پیش بینی کرده که پس از توافق صلح انتخابات برگزار شود، در همین رابطه اگر ما واقعا صلح میخواییم چرا راه را برش باز نمیکنیم که در برابرش استاد میشه؟ ببینین ما ملت بسیار مظلوم هستیم. من نمیفهمم که امریکا و پاکستان و دیگه و دیگه و اینا از این ملت چی میخوان دیگه. بسیار زجر کش ساختی ملت هست. توته توته شدیم، پارچه پارچه شدیم، هیچ چیز برای ما دیگه نماند. این پلانی که امروز امریکایی ها طرح میکنه یا خلیلزاد طرح میکنه 100% به ضرر مردم افغانستان است. اینجا اگر واقعا اینا میخواین که کدام جای دیگه جلسه را دایر کنن، چرا رفراندوم نمیکنن با مردم؟ چرا لوی جرگه دایر نمیشه که ملت چی میخواد؟ آیا ملت طالب میخواد؟ یکی خوم از
حکومت افغانستان خواهش میکنم تا رسانه های خود، رسانه های حکومت فعال بسازه. امروز رسانه های حکومت افغانستان عاطل و باطل عمل میکنه. امروز ما یک تعداد تلویزیون ها را تا میبینیم، یکی دو تلویزیون است که عملا از طالب دفاع میکنن، عملا از مخالفین دفاع میکنن و مایکشان به دست نماینده های طالب است. ما از حکومت میخواهیم که اول رسانه هایی که در اینجا سمی رئیس رسانه ها یا مشاور رسانه است همه از یاره بخواه و از اینا بپرسه که شما در مقابل کسانی که انمی جدمی میز میشینه و مخالف دولت و به مخالفت با جمهوریت حرف میزنه، آیا نماینده رسانه ها است که جوابش بده؟ خو نیست. پس در اینجا در اینجاست که تبلیغات دشمن همه خوبی هایی که در اینجا موجود است و اونا را سانسور میکنه. چرا ما دستگاه تبلیغاتی ما چرا اینقدر ضعیف است؟ من نمیفهمم. خب به هر صورت آمدیم سر ازی که رای دیگه در اینجا وجود نداره جزی که میاد کوتاه شوه، انتخابات شوه، با ملت رفراندوم شوه، نه جرگه دوم بن که ما بود جرگه دوم بن نگم اگه دایر میشه اما چیز است از این بوی خون میره، این یک آرمان مردم پورا نمیسازه، جمهوریت در خطر میفته. پیشتر حرف از جمهوریت یاد شد، بله در افغانستان جمهوریت است، ما میبینیم آزادی رو میبینیم، آزادی بیان است، رسانه ها است، در اینجا انتخابات است، شوراها است، جوامع مدنی است، سایر جوامع اقتصادی و سیاسی و در اینجا اجتماعی هست. تمام نزی دال بری است که بله جمهوریت حفظ است و به خاطر دوام جمهوریت تپ و تلاش هم حکومت میکنه و هم مردم. امروز یک تعداد میگه که طالب 50% ساحه را داره، هیچ چیز نداره، طالب 4 تا سرک گرفته و اونا رو میگه که ما 70% داریم. شما همه روزه میبینین که نیروهای نظامی ما به چه اندازه اینا دستاورد دارن. چرا ما شما باید این را زیر پوشش بگیریم؟ چرا باید به مردم نگوییم؟ چرا باید از آن مردم روشن نسازیم؟ خب میبینین شما که چقدر ساحات از پیش طالبا اینا خلاص میکنن. من میخوام یک موضوع اشاره بکنم آقای استانک زیب. 29 فوریه سال پار وقتی که توافقنامه آمریکا طالبان در دوحه امضا شد، حکومت افغانستان مکلف دانسته شد که 5000 زندانی طالب را رها بکنه. حکومت عین واکنشی که حالا داره را او زمان هم داشت اما رها شد. فکر میکنین عقب نشینی خواهد کرد؟ نه خیر، در اون وقت موضوع عقب نشینی مطرح بحث نبود، موضوع صلح بسیار داغ بود. بله. و دولت افغانستان هم و حکومت افغانستان هم مجبورن. ببینید شما از هر میز صدا بالا میشد که حکومت چرا رها نمی کنی، رها کو. بله. بالاخره مجبور شد که شورا را در اینجا شورای مشورتی جرگه مشورتی را دایر کنه. با وجود یزی هم اونا هم فیصله کردن. 400 زندانی نه خیر اونا خو خیر 400 بود یا 100 بود وقتی که رها شد طالب باید رها می شده، مو 5000 نفر رها شد. به هر صورت که امروز شما ببینید که حکومت افغانستان نادم است از این کار خود، پشیمان است که امروز چرا رها کرد. امروز چرا عملات زیاد شده، چرا ترورای هدفمند زیاد شده، چرا امروز مردم باغشته با خون میشه، مردم ملکی بیگناه. به خاطر همین رابطه 5000 نفر سیاره ها به این باور است که رئیس جمهور غنی، مخصوصا آقای غنی که ظاهرا دنبال میکنه همین موضوع را، تا اینجای کار هر آن کاری که بقایش را در قدرت حفظ میکرد برای طالبان و برای آمریکا انجام داد، ولی حالا که بس کنار رفتن و حکمت انتقالی است در برابر این نامه استاده شده. فکر میکنین موافق است با این؟ ببینین مسئولیت امروز مسئولیتی که به دوش رئیس جمهور است و یک بار بسیار گران به دوش رئیس جمهور است. اگر فردا در اینجا خوندیزی باز فوران میکنه، باز گروه هایی که تا دندان مسلح هستن تا در کابل هستن اینا بلد. یکی بالای دیگه اینا آتش میکشن، کی جوابش میده؟ اگر امی اردو خدا نخواسته باز پارچه پارچه میشه، کی جواب گویست؟ آیا رئیس جمهور است؟ شما ببینید اما روزه میگن که دکتر نجیب امیال مگر چرا باید پاسخگو باشه؟ امیال فکر نمیکنه خون جاری است؟ 5000 زندانی، 5000 تروریست رها شدن. به هر صورت ببینید ما در سال 2017 2018 بسیار تلفات داشتیم اما امروز عملات زیاد است ولی تلفات کم است. ایران باید بپذیریم که نسبت به 2018 و 2017 با وجود از اینکه عملات زیاد است
اما زیادترش دفع میشه و چیز کم است که یعنی تلفات کم است. دولت تلاش میکنه. امروز شما میبینید که 9000 نفری که در اینجا خارجی ها حضور دارن، یکیش در میدان جنگ نیست. تمام نیروهای دفاعی و امنیتی ماست که امروز جنگ میکنن و دستاوردهایش ما میبینید. شما دیدین ده یکی از ولسوالی های قندار که از 600 بیشتر طالبا را به جهنم روان کرد. دیگه چاره نیست، چی کنن؟ همه قدره که امروز هم ما در افغانستان صاحب امنیت هستیم. کلان گپ از این شرایطی که هم در داخل اپوزیسیون که در داخل است، هم از بیرون ما عملات خارجی داریم و در شهرها نفوس هم تراکم کرده. طبعا در اینجا باید امروز امید جایی که ما شما ششتیم باید نمیششتیم، اما باز هم این دستاوردهای حکومت است. ممنونتان، سپاسگزارم. آقای پاکزاد، من پرسش را که از آقای ستانکزای پرسیده میخوام از شما هم بپرسم. رهایی 5000 زندانی طالب، بعد از او توافقنامه آمریکا طالبان به عنوان کارشیوه مذاکرات، این از مواردی بود که از طرف حکومت بارها به عنوان خط سرخ یاد میشد، اما با گذشت زمان این خطوط سرخ از بین رفت و حکومت بر اساس همون چیزی که آمریکا میخواست و طالبان توافق کرده بود با آمریکا عمل کرد. حالا هم ما امروز با همین واکنش روبرو شدیم و حکومت در برابر این نامه و این طرحی که ظاهرا یک حکومت موقت را در راه داره واکنش نشان میده. چقدر باورمند هستین و توانایی را در حکومت فعلی افغانستان میبینین که به همین خطوط سرخشان که امروز آقای صالح گفت پذیرفتنی نیست معامله بر سر قانون اساسی و انتخابات استاد بمانه؟ ما قبلا هم اشاره کردم به طور ضمنی به گفته های خود که ما در برابر یک واقعیت بسیار سخت و دردناک قرار داریم. او عبارت از ایست که افغانستان طی 20 سال اخیر واقعا نتوانست حتی از لحاظ ساختاری واقعی نه روی کاغذ با یک دولت واحد مستحکم که نمایندگی از تمام اقشار مردم افغانستان بکنه متاسفانه نشده. دولت کنونی افغانستان، اینو من نمیگم، مردم افغانستان میگن، مردم جهان میگن، یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. امروز تبعیض و فساد، قومگرایی در درون حکومت افغانستان و تمام بنیادهای قضایی و حقوقی افغانستان بیداد میکنه. علت از اینکه ما قادر نشدیم از صدها میلیارد دلار کمک های خارجی که در میان از او حداقل 100 میلیارد از کمک های اقتصادی بود استفاده بکنیم و مردم ما امروز 65% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی گرسنگی میکشند. علتش چیست؟ علتش همیست که ما نتوانستیم که دارای یک چونین قدرت سیاسی یا دولت قرار بگیریم. درست است که جنگ، درست است که حملات طالبان، حملات تروریستی، داعش و سپاه صحابه و نمیدارم کدام و کدام کنان اینا نقش داشته، ولی تا همین 2 سال پیش بله نیروهای ائتلاف بین نیروهای بین المللی یا ائتلاف بخش مهم از مسائل جنگی افغانستان پیش می بردن. بله. چرا ما به این وضع گرفتار شدیم؟ به این وضع به خاطری گرفتار شدیم که کسانی که در 2001 آخر 2001 در کنفرانس دوم قدرت بین خود تقسیم کردند، یک بخشش رهبران جهادی بودند که بعدا با استفاده از این قدرت با ثروت های میلیونی و میلیاردی رسیدند، بخش دیگرشان دو ملیتی ها بودند، یعنی اپورتونیست های بودن که امریکا از اینا استفاده کرد، آوردن اینا رو هم در قدرت جای دادن. قدرت سیاسی که قسمی تشکیل شوه در ماهیت خود ضعیف است. جمهوریت ما نام است. ببینید جمهوریت مثل یک کاس است. یک کاس هم میتونه فلزی باشه، میتونه شیشه‌ای باشه، ولی آن چی که مهم است این است که در درونی از این کاسه چیست؟ آب است، شیر است یا کدام مایه دیگر؟
جمهوری یا نظام جمهوری هم عین چیز است. بله. یک شکل است، یکی محتوا است. ببینید عزیز من، بله، امروز جمهوری خلق، جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، یعنی کوریای شمالی یک جمهوری، بله، است. امروز رژیم سیسی در مصر یک جمهوری است، یعنی رژیم های استبدادی. ولی برعکس در انگلستان، در دانمارک، در سویدن رژیم های پادشاهی وجود دارد. مهم ظرف نیست، مهم محتواست. محتوای رژیم افغانستان محتوای دموکراتیک ندارد. اینو فقط جامعه بین‌المللی به خاطر ارضای افکار عامه خود که توجیه بکنه که چرا ما میلیون‌ها و میلیاردها دلار به افغانستان میدیم، سعی کردن که این آزادی‌های رسانه‌ای را در افغانستان به دست بیارد که چیز مهم است. و بر معتقد نیستم مثل آقای استقنقزی که آقای غنی و صالح رهبران مدیران روزنامه ها و رسانه ها را جمع کنند بگویند شما این کار را بکنین، این کار را نکنین. ببینید ما واقعیت ها را برای مردم بگوییم و واقعیت ها را برای خود بگوییم. این قسم است که ما قادر خواهیم شد، که هنوز هم وقت کافی است که ما به یک نیرویی که مردم از ما حمایت بکنند، بله، نه ای که مشتری های ما، هم حزبی های ما، هم قومی های ما از ما حمایت بکنه. این نظام کنونی متاسفانه، باز هم تکرار میکنم، بله، متاسفانه اینا از 35 میلیون مردم افغانستان نمایندگی کردن نمیتونه و هیچ وقت نخواستن که در ایرا گام بردارن. بله آقای بگذار، بله، فرصت ما خیلی کم باقی مانده، میخوایم چند پرسش دیگر هم مطرح بکنم، میخوایم پاسخ‌هایش را داشته باشم. مسئله نشست بزرگ به میزبانی جامعه جهانی که در همین طرح هم مطرح شده، فکر میکنین به زودترین فرصت برگزار شود؟ یعنی آمریکا عجله داره و برگزار میکند، چون اخیراً آقای خلیزاد با مقام‌های هند هم صحبت کرده و برخی منابع میگه که او امروز وارد پاکستان شده. ببینید در نامی آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا حتی ذکر شده، بله، حتی ذکر شده که ما نیروهای خود را مطابق توافقنامه سال تا اول ماه می باید بیرون بکنیم و اگر این کار بکنیم ممکن است که طالبان قوت و نیروی بیشتری بگیره. آمریکا می ترسد که اگر به توافقنامه سال که امضا کرده پایدار، بله، وفادار نباشه، امکان داره که طالبان دوباره جنگ برا بندازه بر علیه کی؟ بر علیه امریکایی ها، چون بر علیه افغان ها کنود هم می جنگن. از این لحاظ است که امریکا هم در یک تضاد قرار گرفته. از یک طرف می خواهد که مثل یک کشور دموکراتیک به امضای خود وفادار باشه و از طرف دیگه مشکلات افغانستان هم درک میکنه. من شخصا اعتقاد، بله، دارم که اگر مذاکرات آقای خلیزاد با طالبان، امروز روز چهارم است که اینا مذاکره میکنن، بله، اگر به طول کشیده و خاطر امنیست که اینا از طالبان وقت بخواهند، به این معنی که اینا منتظر باشند که علاقل مرحله اول و دوم مذاکرات افغانی طوری که در سند پیش بینی شده ایب انجام بیابه و به این ترتیب طوری که آقای سنگزی میگفت ما دوباره شاهد یک جنگ خونین دیگه. البته جنگ وجود داره ولی منظور شما حتما جنگ بین خود گروه های دولتی است. سپاسگزارم، ممنونتون. آقای سنگزی، به عنوان آخرین پرسش شما میخوایم بپرسم، اگر این نشست برگزار شوند حکومت ظاهرا دیدمش اشتراک نمیکنه، به ضرر نیست؟ ما خواهر فکر میکنم که این نسخه که وزیر خارجه امریکا برای ما روان کرده، بله، بالای از این تجدید نظر خواهد شود، در اونجا سنا هست، در اونجا مجلس کانگرس هست، در اونجا نظامیای بازنشستی با تجربه است که در افغانستان بودن، وزرای دفاع سابق است. ما باور ندارم اونا را قناعت میده و حکومت افغانستان اونا را قناعت خواهد داد و اوضاع فعلی که اونا میبینن و از این اوضاع تمام مردم افغانستان متاثر میشن، اونا قناعت خواهد کردن. اگر نکرد تغییر فکر میکنین حکومت اشتراک نمیکنه؟ حکومت در هر جلسه ای که در هر جای باشه با کمال خلوص فکر میکنم اشتراک کنه و کدام گپ خاص نباشه که بالای خود اینا یک خط منفی رو بکشن. اونا اشتراک میکنن، اما
تضمین ازیر کی میکنه که باز در آینده اگر اینمیتون حکومت انتقالی میایه جوابگو ازی که از حکومت خواه میره میگه که بیا تضمین بده برای نظارت یا به مزبانی سازمان ملل برگزار شده فکر نمیکنین یک زمانت هم وجود باز داشته آیا باشه؟ سازمان ملل نزد یمی مردم مشروعیت داره؟ آیا قدر داره؟ آیا اینا میفهمن؟ ما شاید کشیدن رئیس جمهوری قبلی از داخل سازمان ملل متحد نبودیم. در اینجا برادر سازمان ملل متحد هیچ چیز کرده نمیتونه، بر روی کاغذ هیچ چیز نمیشه تا که عملی در داخل کشور تدابیر گرفته نشه و گروه های جنگی با هم نشینن، کسانی که در سیاست اینجا اهل سیاست هستن نشینن، کسانی که امروزه ما ببینیم دولت مورد چالش قرار میتن اینا با هم نشینن، جامعه جهانی با هم هم نظر نشوه و ممالک بزرگ با هم نشست نکنن. دهی نشست ها فکر نمی کنیم که حل شوه، در ترکیه بیشینن در جای بیشینن این موضوع حل نمیشه. ممنونتان، سپاسگزارم آقای پاکزاد. به عنوان آخرین پرسش از شما میخوایم بپرسم، اگر موضوع را جمع بندی بکنیم، خب حالا خلیلزاد هم سفرهایی را آغاز کرده، بسیارها به این باور است که این بار سفر خلیلزاد متفاوت‌تر و جدیدتر از سفرهای قبلی او است، چون در افغانستان او یک پیام مشخص را داشت و یک سر و صدایی را بلند کرد، حالا به پاکستان میره و همینطور با طالبان هم دیده. من میخوام مشخصا این گونه بپرسم، جو سیاسی منطقه‌ای داخلی آیا در روزهای نزدیک با یک تغییر فاحش را انتظار خواهد بود و این نشستی که باز هم تکرار میکنم در دوحه در ترکیه برگزار میشه چقدر واقعا شمارش معکوس برای این نشست آغاز شدنی باشه؟ ببینین، من به طور قاطع قادر نیستم که واقعا پیش بینی کنم که چند مدت طول میکشد. ای وابسته به تحول اوضاع است. اگر حکومت کابل و به خصوص تیم ارگ مثل یک سال قبل در مورد رهایی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات ها و اینا کار شکنی بکنه، امکان داره که این خواسته ها به زودی برآورده نشد. ولی آنچه که مهم است، در دو کلمه اینا بیان میکنم که مردم افغانستان، نیروهای سیاسی افغانستان، دولت افغانستان، حکومت کنونی افغانستان باید از این فرصتی که پیش آمده استفاده بکنند. منافع عمومی، منافع مردم افغانستان، مردم بیچاره که هر روز ده ها نفر کشته میتن، این فدای منافع شخصی خود نکنند. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه، آقای عزیز استانکزای آگاه سیاسی و نظامی، و قرار بود بانو لیلما احمدی مشاور شورای مصالحه ملی هم در برنامه با ما حضور پیدا بکنن، اما تا لحظات تا آخرین دقایق برنامه حضور نیافتن. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز از اینکه بیننده این بحث بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.